با درود فراوان و عرض ادب ویژه خدمت تک تک شما بینندگان و عزیزان تلویزیون استی و به خصوص برنامه شروند شما را به صفا می خانم. مسئله ای که نام ندارد چند اشت مارچ دیگر باید بگذرد تا بدانیم تا فکر کنیم تا بپرسیم که مسئله چی است آیا مسئله زن بودن و زن نبودن است آیا مسئله حقوق زنان است آیا مسئله برابری زنان و مردان است؟ اصلا آیا مسئله است؟ این پرسش گله از دنیای مردانه نیست که چرا زن بودن ما را به ایچ می انگارد؟ این پرسش جدی از خودمان است. در واقع ما نیستیم وجود نداریم اگر به چنین پرسش از خود ما نرسیده باشیم. وجود داشتن ما با اندیشیدن ماست. حتی تن و بدن ما با اندیشیدن ما استی و آنگاه زیبایی و زنانگی میابد. اندیشیدن به اینکه کیستم چی باید بکنم چی میتوانم بکنم و چرا باید بکنم و اینجاست بینندگان عزیز که در برنامه امروز به عنوان اولین برنامه شروند برنامه اختصاصی به خاطر تجلیل از روز زن خدمت شما حضور دارم و در این برنامه افتخار دارم که دو خانم با استعداد و دو خانم برازنده اجتماع افغانستانی های داخل انگلستان را برای شما دعوت کردم که با صحبت های شیرینشان ما امیدوار هستم لحظات گرم و صمیمی با ما داشته باشید حضور گرم گرامی شما دو میمان عزیز، به برنامه امروز ما خوش آمدید میمانان امروز ما دختر خانم بسیار نازنین امیرا رضایی دانش آموز که قسمت دکترا خدا فکر میکنم فعلا رایش می و همچنان در بخش اجتماعی معاون شورای ازارگان داخل بریتانیا هستند و همچنان میمان دوم ما خانم شمیم نور باختری هستند که یکی از میک اپ بسیار زیاد موفق و برازنده در داخل انگلستان می بازم حضور شما را خوش آمدید می گرم جان از نظر شما یک زن قرمان یک زن که بتونه در اجتماع مطرح شوه و یک زنی بتونه که خود کفا شوه از نظر شما چطور تعریف میشه یک زنی که هر روز مشکلات را همراه روبرو میشه مشکل مشکلات هر مشکلاتی روزانه برابری مونه و موفق میشه و اینو ای وقتی که درباره یک زن فوق یا قهرمان فکر میکنیم مثلا یک کسایی مثل کسای مشال اوباما یا نفرای ماد تریسا فوق هستن زنهای خاص هستن ولی هر زن خصوصا زنهای افغانستان قهرمان هستن که میتونن هر روز با مشکلات جنگ کنن و موفق شون و هیچ وقت در در شان های افغانستان هیچ وقت خستگی نمی بینید. هیچ وقت و همیشه آرزو رو در چشمایش می‌بینی که بله. هرچی اینو هر چی مشکلات در افغانستان که می‌بینین روزانه است ولی هنوز آرزو امید. امید. هنوز امیدوار هستن بله. و این یکی از خوبی هایی است که یک زن داره که به خاطر که وقتی یک زن امیدوار است وقتی یک زن شاد است وقتی یک زن تسلیم نمیشه عقب نشین نمیکنه دیگه خانواده آباد بله است خانواده آباد است بله شمیم جان نظرین اگر بیاییم عین سوال از شما چون سوال بسیار سوال کلیدی مقبول است و یک سوال است که من دوست دارم از زبان شما که به هین مرتبه یک زن نام خدا بسیار زیاد فعال قرمان امسط امیرا جان هستین ولی رشته کارتون بسیار زیاد فرق میکنه شما یک زن قرمانه از نگاه خود که شما دهین هین زمان یک مادر هم هستین و یک زن اجتماع هستین، ده اجتماع میکنین، شما چطور یک زن قرمانه معرفی میکنین؟ به نظر من فقط دو چیز بسیار مهم است در یک زن اول اعتبار سر شخصیت خودش و دوم دفاع از عقلش اگر این دو چیز ما همیشه خانم‌ها در نظر خود داشته باشیم که خود شخصیت بتیم و حق خود دفاع کنیم به که در وطن ما خصوصا خشونت زیاد علی خانم‌ها زیاد است حق هیچ وقت به دست داده نمیشه باید از حق خود دفاع کنی و یه میشه که فعالیت در مقابل ار باید بکنی که یک چیز شوي دیگه من تا جایی که احساس میکنم از طفلیت ما در یکان جایی که میشیشتم مثلا نام از پدرم یاد میشد یا از مادر جانم یاد میشد ما یک احساس فخر میکردم به نام پدرم پس وقت که مو احساس که ما داشتم میخواستم که مو احساس باید اولادای ما در مقابل ما داشته باشن که مادر ما هم یک چیز است یا پدر ما هم یک چیز است فقط این یک نظر ما است که زنها همیشه باید حق خود حاصل کنم بسیار خوب شویم جان شب اگر مشخص بیایم سر رشته کاریتان شما میکاپ آرتیست هستین بله. از کجا آغاز کردین؟ چطور شد که قبول کردین که نمی رشته رشته است که شما در ای بیتارین امروز که نام خدا یک زن بسیار زیاد موفق هستین یک خانم بسیار زیاد برازنده هستین چقدر نام خدا سرتان بیروبار بار هست؟ چقدر اپایمنت ها دارین و از آغازش از کجا بود؟ از کجا شروع کردین؟ ایتو بود که من اصلا ش... شق ما یعنی کوشش ما از طفلیت بسیار به شق بود که ما جای وظیفه پدر ما بگیرم که پدر جانم خودش دکتر بود بسیار علاقه داشتم در و در پلوی از او علاقه می کرد تا از طفلیت داشتم که مادرم بسیار مرا تشویق می کرد من کردم که یعنی مادر پدر تشویق کردنش حتما یک راه یک راه انتخاب می چون ما ماجر شدیم و طرف پاکستان اومدیم بسیار سن سال خرد بود او هیچ برابر نشد بازم در پاکستان یعنی یک بود که از کمک های فرانسه جور شده بود که رئیس از او خود بابا جانم با وجانم دا بود دیگه شق ماون دکتری را من بعد اصلا ده از اوجه سال بود میخواستم که بخوانم بدبختانه که بعد سال دوم با کمک ها نرسیدن فرانسوی ها اوجه را بند کردن دیگه من نتر سور ادامه بودم بعد از وارسی شدیم ما و ماند و تفلا پیدا شد او دیگه به حساب یک وقتی که ما در لندن آمدیم دیگه چون تفلا هم بود شوق دویم بعد پولیش میکرد بردست بود باز خواستم که شوق دویم خدا پیش ببرم همیشه تشویق مادر جانم بود که گفتم یک زن کامیاب همیشه که اولاد خود تشویق میکنه با وجود که طفلای خوردم داشتم یعنی اونو متشویق تشویق مادر بود که من همیشه که میکنه رفتیم از تقریبا این 25 سال میشه که ها پس سابقه دمی... کاری شما فوق طولانی است دلوقتي. دلوقتي. 25 سال شروع, شروع کردیم اگر 20 سال است که یعنی خارج از خانه یعنی برای میدیا و اینجا کار کردم کار <میدیا>, با... میدیا که گفتین در کجا دیگه ما مثلا... در بالیوود آه... کار میکنم که در بکستیج با... با... هم روی فلم ستاره، فلم های ایندی می باشه و فشن لندن ویک می باشه که در اونا کار میکنم امرای چند وقت هم روی رشیا فشن شویشون بود دیگه غیر از این کار میکنم برای دیگه مردم های بسیار جا... خوب شمیم جانزه امیدو جان نازدین اگر شما بپرسیم که قسم که از چهره شاداب و مقبول نازنین تان معلوم میشه که نام خدا بسیار دختر خانم جوان هستین چند سال است که داخل انگلستان زندگی میکنین؟ تقریبا 13-14 سال میشه یعنی ده... که مثلاً بسیار خرد از افغانستان شما اینجا آمدن؟ بله 13 بله. سالگی از افغانستان اینجا آمدم که در 13 سالگی جنگلیسی یاد نداشتم در وطنم در پیش مولا درس خاندم خب پس در افغانستان هم هیچ مکتب نخوانده چون ما در قره ایس نگه که مکتب اصلی نداشتیم و از مکتب و خیلی در سال های فکرم دو هزار و سه بود که مکتب شروع شده و من فقط سنف یک دو سه اونجا خوانده وقتی که اینجا آمده من مواند در سنف اشت که خیلی چیز مست کردم چند سالی ما بین را و زمان هم انگلیسی یاد نداشتم باز به ولی تا نیستم با کارای مکتب پیش برم بعد دانشگاه تا الان سختی هایی که بسیار تان شمگیر است که ایچ یادتان نرفته مطمئن هستم که یک رای بسیار پر از مشکلات تایی کردین که امروز به اینجا رسیدین ولی یک سختی که زیدی چیات نرفته کدام سختی بود؟ روز اول مکتب همونجا وقتی که داخل مکتب شدم امیت ام مانده بودم که من چی کار کنم کجا بروم هیچ که از کس سوال کنم که کلاس کجاسته، معلم ما کی چون انگلیسی نمیفهمم چون انگلیسی نمیفهمیدم پروبلی روز زندگی من اون روز بود um, و دیگه هر روز مشکلات خود داره یعنی بله. um, هر استیج زندگی مشکلات خود داره باید اونا مشکلات رو بروشنی و از اونا پیش باری. چون uh, طفل خورد گفتم می در وقت و طبعا که بسیار نام خدا با استعداد هم که هستین که موفقانه به اینجا رسیدین که امروز درشته دکترایتان دکترای درشته درشت مشخصتان درس می ولی گفتین در حین زمان معاون شورای ازارگان بریتانیا هستین باست. چی شد که این معاونیت قبول کردین؟ <سؤال> من همیشه همراه افغان ها کار میکردم از یک طریق نه از طریق دیگر مثلا همراه انجمنی جوانان افغانستان هم کار میکردم پیش از او و شورای هزارای بریتانیا یک شورای است که از از طریق انجمن از طریق پلتفرم که دارن کلی کمیونیتی های هزاره را کمک مونن <مظ flaws> و او از طریق ایژوکیشن است و از طریق کمک کردن زنام هست که میخواییم کوشش کنیم که زیادتر زنا را در بین جامعه شریک کنیم تا بتونن کارهای رقم رقم پیش ببرن و, و از این خاطر به خاطر که اونا یکی از, از هدفشانی بودن که زنا را کمک کنن باز خوش, خوش مقدم مفتوم من که همراهتون کمک کنم از, از تر طریق بازنان امی چی داشتیم، الکشن داشتیم باز برای معاون خود اصف نام کردم و کمک شدم که پوزیشن بگیرم ای الهامش از ایجه گرفته شده بود که شما در افغانستان سختی های خانوما را دیده بودین محرومیت های خانمه را دیده بودین یا ای که چی بود تا مو الهامش از کجا گرفته شد که خواستن خانم ما رو کمک چون کوشش میکنم که هر سه سال چهار سال بروم پس افغانستان آفرین باز از خاطر وقتی که هر دفعه افغانستان میروم، سعی میکنم که زنا چقدر مشکلات مشکلات دارن اونجا و چی هدفای دارن و چه رقم میتونن که سر و هدف خوب برسن با چی مشکلات زیاد و وقتی میک سعی میکنم که زنایی که در انگلیس هستن از افغانستان آمدن مشکل هم دارن ولی مشکلاتی زیادتر منتالیتی مشکل دارن که ما یک زن هستم و نباید کار کنم مالی. و من هم کوشش میکنم که مو زنا را بتونم از او فکریت جدا کنم بگم که تو یک زن هستی میتونی هر کار که بخوایی چون اپرشونتی هست باید همی کارار بکنیم آقا خوب سرزد و بسیار زیاد احساس و خوشی میکنم که امروز شما میمان ما که دیت یک بخش بسیار زیاد مشخص کار میکنین که دفاع از حقوق خانمایی هستن که که شما مشخص ساختین که انوز نمیتونن که ایجرات پیدا کنن که من می کار اگه دوست دارم باید بکنم نه به خاطر از اینکه زن هستم آیا باید بکنم یا باید نکنم باید دیدی سوال پیشان نباشه فقط برای برای خواست خود باید بسیار زیاد حاکم باشن با. فوق العاده فوق العاده رای خوبه پیش گرفتین همیشه ان که موفق باشین باشه. و و هم مطمئن هستم که موفق می باشین. بالاخره امروز دیگه دیروز نیست امروز روزای سخت نیست زنان بیدارتر از سابق هستن بله. کتاب خواندن درس خواندن میدیا بسیار زیاد کمک کرده مردم حالا بسیار زیاد روشنتر هستن و من فکر نکنم که بتانند دیگه با اون معرومیت و محکومیت که زندگی کردن دیگه بخواین زندگی عطمان. کنن اطمان که اگه یک جایی میرسن امیدوار سو شما خسته هسته باشن اگرچه که قصای اومای بسیار شیرین و بسیار شنیدنی است دیگه یک چای تازه برتان بیر؟ نینی نی. تشکر مزدار بچه؟ نوشه جان شمی جان که اگر شما پرسان کنیم که گفتین که در پاکستان نتانستین که رشته دکتری در بتین و بالاخره انگلستان آمدین و نظر به علاقه تان بازم تصمیم گرفتین که میکب آرتیست شمین شما چی چالش هایی را و چی مشکلات را داشتین که امروز به عنوان یک خانم موفق اینجا هستین وقتی که من به انگلستان آمدم سی تفل داشتم و وقت پیش خود فکر کردم که من باید یک چیز شوم اه, که اما که پدر جانم در جای نامش یاد میکنم یا مادر جانم و بعد داینده دا اولاد هم اولادم همچنان نام مرا یاد کنم ما پیش خود تصمیم گرفتم که وقتی که موقعی بر من نشد که من مثلا دکتری یا خدا بخوانم بیا که از امی انگلستان استفاده کنیم یک چیز خود از خود جور کنیم من. ما من امی هم خواندم و میکاپ هم خواندم چون اونچه وقت بسیار خوردم بودن اما به پیش خود یک تصمیم گرفتم که دیگه هیچ وقت من باید پشت سر نرم باید یک چیزی شوم های پس شما آرایشگری مسلکی کی مسلکی خوندید من خودم میگم یک بار دستم از کورسایش گرفتیم که از تقریبا اگر یه یک چیز بگیم که مثلا بی سال پیش بسیار مشکل بود خصوصا در فیسبوک عکس انداختن اینستاگرام میدیا و قنا بود دلد. اینا میام یک دفاع بود که اصلا از خانه بر من مشکل تر بود که ما مثلا در خانه شوی افغان بیادر افغان بسیار مشکلات در او وقت ها. هم بود که عکس انداختن در فیسبوک یا اینستاگرام بسیار مشکلات فیسبوک هم انتا بود خود فیسبوک نبود خود اینستاگرام نبود مشکلات بود, بود. شروع که مثلا عکس منداختی یا میکپ خود من هم منداختی همه یک جرات کار داشت مم. و من تصمیم خود گرفتم که نی وقت که من این کار میرم باید مسلکی باید پیش برم پس او وقت وقتی که یک مدل شما جور میکردین از روی مدل شما دیگه مدل میگرفتین یا رقم یعنی جایی نبود که شما اعلاناتتان پخش کنین بسیار کم بود فقط هم یک کسی که جور میکنه نمبر به او میداد و به او میداد از روی مشتری تن شما دیگه مشتری میگرفتن دقیق شروع اینا به تو بود بعد پسون دیگه اینستاگرام و فیسبوک و اسنپ و چیزا شدن که کلاین دوز یاد پیدا شد که از در خانه آله که کسایی که در وقت شاید نظر به تعصبات محیطی شاید شاید در وقت که شاید زمان اون رقم تقاضا میکرد مشکلات بود که شما را اجازه نمیدادن که اکثر اکثر مدل یا خود مدلای اجازه نمیدادن یا از خودتان در اختیار مردم بگذارین آره چی نظر دارن؟ ولی آل تغییرات زیاد آمده بلد. م... آلم کم مشکلات داریم مثلا بعضی بسیار کلاینت دایم از بس مودل که نمیخواین که عکسای شونه در میدیا پرتین مشکلات آلم است مگر از بیشتر که بسیار خوب شدن بسیار خوب شدن حاله در شروع بسیار مشکل داشتیم شایم جان نازنین باز تو است که دوتا میمان داریم که شما یک وقفه وقت بین بتیم که چایتان رو بخورین که <تصفح> گلونتان تازه شود میایم دوباره امیرا جان زحمت احمد میتیم امیرا شما در پشتر ده جیران صحبتتان گفتیم که هر چند وقت یک بار افغانستان میرین شما پیشرفت هایی چشمگیری یا تفاوت هایی که از او دیار مدت دی مخصوصا ده دی یک دهه آخر میبینین چی از که از افغانستان میتونین قصه کنین البته در قسمت خانما در قسمت خانما بله ما در 2006 از افغانستان بیرون شدیم در فید یک رفتم 2010 بود و بعد از اوام در 2013 و بعدم در 2017 یا 2016 وقتی دفعه اول رفته بودم مثلا در 2010 زنا امید محافظ های کار مثلا خیلی کم بودن ام وقتی آفیس های می یا می رفت دوستار میدیدیم در کابل یا شرای دیگه خیلی کم بودن و هم دانشجویانی که سعی میکردیم که در دانشگاه باشن هم خیلی کم بودن ولی نام خدا وقتی دوزار و سیزده رفتیم خیلی زیاد بود دختران می دیدیم که در دانشگاه درس میخوانند دا کار میکنن تشویق خیلی تشویق برشان زیاد بودن که برن کار بگیرن در دفتر از طرف فامیلا ولی در حتی وقتی در 2006 وقتی در چی بودیم در افغانستان زندگی میکردیم در قره ایک زندگی میکردیم این ایچ از گفتار نبود که مثلا یک دختر بره مثلا یک, یک شار کابول یا هرات بره درس بخوانن دانشگاه و اینجا دفتر داشته باشه تنها زندگی دیگه ولی در 2016 رفته بودیم کلی پدرا دم قرائی رفته بودیم دم چونجا که مکلان شدیم کلی پدرا تشویق داشتن که رایشان بره درس بخونه کانکور اگزم کانکور بدن و بعد از دانشگاه و اونجا کار بگیرن از همون که شما گفتین تا مکتب وجود نداشت مکتب وجود نداشت یعنی بله خیلی... لو درس می‌خوندن بله از پیش ما لو رفتیم ده دفتر <تصفح> بسیار خوب یعنی فوق العاده و یک... یک یک امیدواری بسیار زیاد بزرگ است خیلی امیدواری از... آه... آدم امیدوار میشه بالاخره و ما از از عمق قلب دعا میکنیم که امیر رقم امیر روند جریان داشته باشه ان شاء الله که بهتر و بهتر شود دیگه ان شاء الله ولی اینجا اینجا میبینیم که مکتب حتی فقط یک مکتب داشتن لکه یک کاریه چقدر فرق میکنه چقدر مهم است چقدر یعنی فرق از 2016 2006 تا 2016 خیلی زیاد بود. و این بس خاطر یک مکتب خاطر یک مکتب مم. اگر حالا که خودت تفاوت بسیار زیاد و مخصوصا که خودت یک دختر خانم هستی که بالاخره آمدی به انگلستان درس خواندی و زندگی کردی بوز افغانستان رو میبینی و در اوجه سالهای بسیار کودکی تا به اوجه گذاشتندی اگر یک دفعه پشت سر سل کنی چه خاطره تلخترین بود بوده و سن بسیار زیاد خورده که در افغانستان به گفته خودت مکتب نبود و پیش ملا درس میخواندی تلخترین خاطره چی بوده از چون ما وقتی که در قریه به دنیا آمدیم در قریه کلان شدیم از قریه هیچ بیرون نامده بودیم یعنی از دنیای بیرون از قریه هیچ خبر و معلومات نداشتیم وقتی سعی و چالدهود یا وقتی توفلیت نه خیلی توفلیت شیرین بود از این خاطر که چون معلومات از بیرون از قریه نداشتیم سو so, هر کاری که میکردیم اما برای ما نورم یا خوشایند بود, خوشایند بود. بود. بله. یک چیز اضافه تر از اون کار زو کنیم آره بله امین وقتی سعی میکردیم که یک دختر کلان مشه سنده شانس سالگی مرا اینو شوهر دارن ازدواج مونن و از خوی خانواده دارن و در دا اون زمان هم امو چی مامو بوده که وقتی تو وقتی که دوازده ساله بودیم ده ساله بودیم امرو دیگر خود اینو شوخی میکردیم که آنو تو این دست دنده سالگی موری شوهر مونی ازدواج مونی و آرزوی ازو زیادتر نداشتیم به خاطر که خبر نداشتیم که یک دختر یا یک دختر مسلمان میتونه یک چیزهای دیگه بالاتر, بالاتر از, از, از او آرزو از کنه و با سر از او کار کنه ولی سمجد. وقتی که ولی ما سعی میکنم که در جایی که ما کار میکنم در جایی که سعی میکنم که کاش ما میتونستم که درس بخوانم از سندی خورد میتونستم که مکتب داشته باشیم در دا اونجا میتونستم که در م... مکتب رسمی داشته باشیم میتونستم که در او زمان یک یک پلتفرم یا یک الگویی داشته باشیم باشین در مقریه کی اون مثلا یک زن میتونست بگه دختر هستی ولی میتونی درس بخوانی میتونی یک جای برسی اگر در مجموع سر از که بسیار زیاد مثبت فکر کنیم از جمله خوشبخت های از او قریه هستی که بالاخره بر زمینه مساعد شد آمد انگلستان درس خانی و امروز به سطح دکترا درس میخانی تا فوق العاده نام خدا خوشبخت هستی و خوشبختی بزرگتره که آرزویتان برآورده شد رفتی با مو قریه آلمی بیدی کجا مکتب وجود داره خودت دلعه. گفتی که خاطرات بسیار خوش داری و یه هم فکر میکنم خداوند بسیار طرفداری داره با آرزویت رو داره من میخواستی سوال دیگه از پیشت بکنم که درخته که خورد بودی سر دوازده سالگی امیر میفهمیدی که شانزده ساله بیشی عروسی بیکنی خانواده جور بیکنی باز از او وقت آباد انگلستان طبعا که کو فکر تغییر کرد آلی چی؟ آل با فکر را بیکنی؟ بیست ساله است <تصفح> با او فکر نمیکنی؟ نه <تصفح> <تصفح> آه بالاخره خب بالاخره این می روند زندگی است هر دختر جوان و هر بچه جوان باید درسی کنن باید زندگی فامیلی داشته باشن ولی خوب است که ولی با آوان با آوان خود با 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 پای خود باید خوب برسه به پای خود استاد و خودش از خود یک شخصیت مکمل باشه از نگاه آرزوهایش از نگاه دستاورداش و بعد از او تشکیل خانواده که با <laughs> گفته شمیم جان باز یک لگوی خوب یک نمونه بسیار زیاد خوب برای اولادای خود باشه و فوق العاده بسیار خاطرات بسیار جالب و شیرین از کارهایی که دیگه امرای خانما کار میکنین مثلا خانمای ملیت ازاره که کانونشان شما کار میکنین هستی چیه یک خاطره تلخ دارین که یک زن رانوز شرایط انگلستان است ولی فکر میکنین که هنوز هم بسیار معروم زندگی میکنن دارین تو یک آم خیلی زیاد اونای زنای که هستن آره زنای هستن که مثلا شاید ده سال یا دوازده سال شده که از وطن اینجا آمدن بله. و زنای هستن مادرای که خیلی ترس دارن که اگر اونا بانن که دخترایشان بره دانشگاه یا بره از خود یک زندگی جور کنه شاید از دست بدن اونا را ام ولی دیگه فکر نستن که اگر اینا واقعا که دخترها خود خب بانن که از خود شخصیت جور کنن که آدمی بهتر شنن مثلا زنای را میشناسم که نمیونن دخترهایشان برن دانشگاه یک شهر دیگر درس بخونن خاطر که اونا باید دو اونجا برن تنها زندگی بله ایلی زندگی بله بله میترسن نمیخواین که دخترهایشان مثلا ازشان جدا شود تا یک شهر داشته باشن یعنی فکریاتی که یک دختر از یک مرد است اول از پدرش بعد از او شوهرش تا حال به فکریت ما است مثلا زنایی که در انگلیس زندگی میکنن یا زنایی را میشناسم که هجاب به زور سر دخترایشان تعمیل, تعمیل میکنن و اینا برای ما دردناکه و باز چی, کارهای خ... شما میکنین که بتانین ای خا... این رقم خانمه رو کمک کنین یا دوست ندارین که از نگاه روند کاریتان که مداخله کنین به در زندگی شخصیشان که نمیتانیم مداخله کنیم ولی معمل. کوشش میکنیم در باره گپ گب... بزنیم um, چند سال بعدی پارسال یک ایونت در لندن داشتیم که درباره زنا گپ میزدیم که و دخترایی که تازه از دانشگاه خلاص شده بودن دخترایی که گریجویت یا کار داشته بودن اونا رو آوردیم درباره درباره ام اکسپریانس گپ میزده که چی ترجب 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 تجربه تجربه دارن و اونها دخترایی بودن که رفتن در دا دانشگاه یا, یا لیلی زندگی میکنن. خب که بتونیم که یک رای برای کسایی که می ترسن از, از این پروسه ایجاد و اینا, اینا تانیستن که مثلا خانوم هایی داشتیم در اونجا رای داشتیم که شاید زیادتر در باری زی فکر میکنن که ما نباید یک دختر خوب که بر یک شعر دیگه لیلی هست یا یک شعر دیگه درس بخونه باز اینا یک الگوی هستن بر اونا که آره فرق نمیکنه که در یا همراه شما هستن باید سرشون که مو داشته باشین بله. خوب است که زندگی خود جور کنه و شخصیت خود جور کنه به نظر ما به اون مادر و پدر و, و فعلا دمی وقت بر اولادای خودان از مشکل احساس میکنن که حاضر نمیشن مثلا قوانین اینجرا آماده باشن ما از تجربه خودم ما یک مادر و پدر بودیم که بسن سال یعنی 16 17 انوز منتالیتی ما انوز به حساب افغانی بوده یعنی بر ما هم مشکل بوده که ما اولادای خدا بانیم به با بر محیط ایجازاده نه در جای جدا زندگی کنه درس بخونه یا کار کنه بر ما هم مشکل شده از تجربه خودم که مثال شوهرم آذر نمیشد که مثلا اولادای ما کار کنن بس به با موید شرایط کاستان مثل محبت مثل یک رفیق و نفر مثبت بعد در خود مهم. کار داری که تشویق کنه که اینی کار خوب است که اولاد نیست پیش میره و من یک نفر داشت و مثلا مادر جان که روز روز زن است زن بسیار کامیاب بود و ما همیشه تشویق می کرد به حساب اولادای من که بچین با نشانه که درس بخونن با که کار کنن با که سرپای خود استاد پس اون وقت ما یک تصمیم گرفتیم بر ما هم مشکل بود چون ما مو مو شرایط افغانستان هرچی نباشه کلان شدیم دیگه برای اون کارا رو مهم کردین که باز بالاخره بالاخره که برام بس جالب شد بلاخره. که شما خوب <تصفح> نظر خودم <خسن>. دادم <تصفح> <تصفح> که این ما خلا تجربه خودم که میگن که شما هم با این چالش ها روبرو شدین که د بین فامیل برتون بسیار سخت بوده که بر دخترتون اجازه بدین که بیرون از خانه زندگی کنن بر درس خواندن. باز بالاخره چی کردین اجازه دادین یا نه گفتم بر خود ما مشکل به شخصا ما خودم اجازه ندادیم که خارج از چی کنه اما به اسفی کارا برشون دادیم که سر پای خود استادشان مثلا فاکولتی خود بخوانه هیچ وقت ما مانعت از درسشان از چیزشان نکردیم فقط امی بر مشکل بود که از ما جدا دور چی برات مشکل بود از چی می ترسیدی خب گفتم که ما شاید در حساب به حساب در افغانستان که الان بر ما مشکل بود شاید اینا این دو دست آیندیم، شاید تصمیم نگیرم <تصفح> تغییر میکنه خب. چون موید شرایط فکرا چون هم تیک تجربه قبلا شروع برای من مشکل تر بود که من نتونستم حاضر شم مثلا دخترم دورتر بره درس بخونه این حال شاید این ده برای دوتا دختر خود آزده چون درست اجازه داده ولی بر لیلیه نماده من در مقابل درست هاشو وقت ممانهت نکنیم چون ما خودم از یک فامیلی هستم که از برگران کل ما درسخوان و کلتا خوان هستیم هیچ وقت خب پس اصلی هست که برای اولادای اجازه بدیم که درس بخوان و پای خود استاد شدند ای که به نظر به شرایط های مختلف آدم اجازه نمیته یا او یک مسئله بسیار جدید است نیست از داخل محیط خانه هم که درس بخونم. خوب میرن فاکولته نانم نانم مزدار دست مادر از او چی بیتر خانمای نازنینه که از طریق برنامه ما رو میبینین و همچنان آقایان بسیار زیاد میربان بیاییم که دست به دست هم بتیم از تمام از اون تاریکیایی که خود ما تیر شدیم میبینین که امیره خانم چقدر مقبول بیان میکنن که چی آرزوهای به کودکی داشتن به نوجوانی داشتن و امروز رنجش به عنوان یک دختر جوان به عنوان یک دختر جوان میکشن که چرا این, این شرایط ها برای یک دختر در قریشان یا در کشورشان معیان نبود بیاین از این تاریکی ها برایم نگذاریم که زندگی امیر قمه که دردناک است دردناک باقی بانن. ما به عنوان یک خانم که از افغانستان است در افغانستان ما کلان شده ایم. ما یک قسمت عمر خود به افغانستان زندگی کردیم ما تعصب ندارم نه نب... به خاطر از نه به خاطر از, که... از که فکر مفکوری ما از دیگرها فرق میکنه به خاطر از که ما هم میخوایم که یک نمونه خاص باشم برای از که برای رشد جامعه برای زمینه بلند بردن صد سوی اولادا ما یک رول خاص داشته باشم ده. ده. یعنی که یک روز برای من نگوین یا یک روز این ملامتی رو من نکشم که مادر نماند ام. از از خاطر دختر نازنینم مگه مرا میبینی که حتما میبینی دوست دارم <تصفح> <تصفح> تمام آزادی های انسانی که عقد است من برات میتم انشالله که همیشه موفق باشی <تصفح> بسیار وای گفتار خود بر بیندا گفتم به خاطر که شما دو نفر خان خدا خانمای بسیار زیاد نام خدا پر از قصه بودین کل گپایتان گفتین ما های خدا خطاب کردم که در بین بیندای ما مطمئن هستم که همشان نام خدا خانمای روشن هستن فامیلای روشن هستن همه گمی مفکوره را دارن ولی هر گفتن میگن میگن چی میگن میگن امی آر گپ که بگویی بگویی بگوی بگویی بگویی بالاخره مثل که یه قطعه باری سنگ میشه اما بالاخره امی گپ هم یک جایی بالاخره میره یک داستان جور میشه. آه تاثیر صد در صد داره گفتن ماز خطر خیر است که تکرار تکرار مام میگیم <تصفح> از طریق تمام میدیا دیم امی گپ شونده نمیشه که بیاین بیاین تعصب با کنیم. با این آخرین سوال از شما میروجان میپرسم که پیامتان به عنوان یک دختر خانم جوان مقبول بسیار موفق نام خدا دستره. که تا سطح دکترا درس میخونه و چقدر کارهای فوق العاده و برازنده اجتماعی میکنن پیام شما به دیگر خانم ها چی است پیام من به خانم است که هر خانمی، هر کجای استن خصوصا ها خیلی مشکلات زیاد را روبرو میشن از طرف فامیل از طرف جامعه از افغان بودن خودش یک زن افغان بودن خودش مشکل خود داره و ما پیام هستی که باید همیشه قدرتمند باشیم و فکریت رو داشته باشیم که ما هر کار که میخواییم بکنیم میتوانیم و باید هیچ وقت از امی سلف کانفیدنس خود دور نسازیم احساس خودی خود همیشه داشته باشه بله. بله. و دیگه در نظر ما باید امی زنهای دیگر را سپورت کنیم باید یک جا باشیم و وقتی که میخواییم یک تغییر را در جامعه بیاریم از اول باید از خود شروع کنیم سترسد. و بعد ام نفرایی که نزدیکترین ما است بعد از او ما میتونیم که او نظر خود نظر به اجتماع بیاریم بلی. بسیار مقبول و ما, ما مطمئن هستم که صدای خودت به بسیار گوش ها به بسیار دور ها میرسه به خاطر که خودت یک یک عنوان بسیار زیاد برازنده یک دختر خانم بسیار جوان و موفق هستی همیشه هم تو موفق و درخشان باشی امید جان شما سلامت باشین جان نازنین خودت که امروز در ما تشریف داری به عنوان یک خانم برازنده به نام یک فعال اجتماعی به نام یک الگوی خوب که برای خانم از عزیزه یک, یک روشنگری هستی پیام خودت برای خانم چی است؟ پیام من سر به خانم هایی است که همیشه خود همیشه مثبت فکر کنین و سر خود یک اعتبار داشته باشین و دفاع از عقبتان کنین من یک چند سال میتم که امروز در افغانستان به آرمی ما زنا کار میکنن در شفاخان های ما کار میکنن در مکتب و مکاتب ما زنا درس میتن دیگه مثلا یک چور مهم کس او خب بسیار زیاد است نام بالی. خدا باشه امروز در کانادا چیف مینستر ما یک خانم افغان است به نام مریم مریم و ده لندن بسیار یک کار کلان که بویس بسیار افتخار ما میشه خانم افغانی که به نام شکر است جفری کو لیزر کانسر کش کده که باید ما می بسیار مودلا و بسیار چی زیاد داریم خود که در لندن است که یک نامش می که همسا کویستانی که مثل انگلند 2005 شدی هم یک زن افغان است که به افتخار افغان میشه و د اخر یک زن دیگر یاد میگیم که او عمیم هم میشه و من نیست همه من نمیگم من یک زن افغان که در افغانستان خصوصا که خشونت در مقابل زن زیاد است از اق خود بسیار مشکل است که دفاع میکنند و او امروز در افغانستان رئیس خانم است که بسیار مظلوم است که از اونها دفاع میکنه و سفر در خارج میکنه و از اق زنا کمک میگیره و خصوصا بر اطفال مویبین و زنای مویبین که ساختگی پای و دستای ساختگی که بیچاره دست پای خود از دست دادن و کمک خارج امرشان کمک میگوی یک احساس خوشی دیگر میکنه دکی اینی یک زن است که کمک میرسانه و زن بودن افتخار می باشه بسیار پیام مقبول شایم جان بسیار جمله مقبول راست میگه آدم باید مثبت باشه مثبت فکر کنه به خود بسیار زیاد اعتماد داشته باشه اعتماد به با نفس داشته باشه و این چیزایی که از آدم یک زن موفق جور میکنه و یک یک که تفاوت بر آدم نمی مانه من ما من به عنوان یک زن بین خود و یک مرد تفاوت نمی به خاطر که دو تا انسان هستیم فقط اگر از نگاه جنسیت فرق میکنیم معنیش نیست که از نگاه توانمندی هم فرق میکنیم وقت خداوند فرق نور دیگه بله اتفاقا خداوند برای خانم ما زیادتر هم داده <تصفح> شاید <من کمتر> <تصفح> <تصفح> آه چرا باید کمتر باشیم آه. امروز جان بسیار زیاد تفاوت کرده حتی در افغانستان هم مال خوشبینی بسیار زیاد شده مردای بسیار زیاد فوق نازنین و میربان داریم که خوشبینی در قسمت حقوق زن دارن زن به بخو... عنوان انسان میشناسن زن به عنوان جنس ظریف میشناسن قدرتمندیش باور دارن برش احترام دارن و ای کلش خوشبینی هایی که ما امیدوار هستیم که بالاخره افغانستان که امروز از فردا انشالله که بهتر بیتر. شد بسیار زیاد ممنون از لطف شما خانمای نازنین که تشریف آوردین ولی قبل از که ما تشکری خود جملاتش ختم کنم ما میخوایم از شما پرسان کنم که از مادرای نازنین تان بسیار یاد کردین و بسیار زیاد دام خدا افتخار میکنین بالایشان شما چیز گفتنی بر پدرتان ندارین؟ چرا نه؟ پدرم، مادرم هدش یک تایی هستن که توانستن ما را تشویق کنند تا ایچه برسیم و ما چهار خوار دارم کلی ما پنج خوار استیم یعنی خیلی سخت شد خیلی بهشون سخت باشه که بیتونه پنج دختره بیتونن کلان کنن کلان چه مستم و همه خواهیم از پدر تشکری کنم که sacrifices که قربانی که دادن که امروز از افغانستان آمدن در اینجا هر زندگی که در دا اونجا داشتن هر زندگی که جور کرده بودن کلش ماند و آمدن در انگلستان تا بتونن که برای ما یک زندگی بهتری بدن ایجاد کنم. و کلشان my... <laughs> 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 uh, پدر و جان که بیرنده برنامه هستن ما به شما افتخار میکنیم که دختر به این آزنینی تقدیم جامعه کردن پدر مادر واقعا با افتخار هستن شام جان شما بر پدرتان چی گفتنی دارین؟ چون روز زن است ولی پدرام که حق و به جای است ما به پدر جانم بسیار گفتنی دارم میخوام تاسفان و بدبختانه که پدر جانم مال نیست مگم بازم من نامش به بسیار افتخار یاد میکنم که در شفاخانی مستورات دکتر بود متخصص گوش گلون دکتر غلام سرور باختری دیگه راستی به بسیار زحمت ها که او وقت بسیار یعنی رئیس یک شکل خانه بود بسیار عزت و آبرو به خاطر آینده اولاد دای خود راستیم که دوست عزیزم گفت ما بر آمدیم و خاطر خوشی آینده اولاد دای خود من که قربانی ها را کردن بر آمدن و به خاطر آینده اولاد خود دیگه من گفت یک آن تا پدر جان خدا ببخشی دوست دارم انشالله که رویشان شاد باشه تشکر نمیم. از پایام بسیار زیاد مقبولتان یک بار دیگه برای شخص خود ما بسیار زیاد افتخار دادین که در روز 8 مارچ در روز که روز خاص برای زنان اختصاص داشتن میمان ما بودین و در استیدیو باعث رنگینی برنامه ما شده بسیار زیاد ممنون از حضور گرم بگرم میبخشم که یک چی که ما به افتخار به خودت میکنیم که امروز خودت که چه چوکی ششنی ما, ما مصاحبه میکنی بلند. یک زن کامیاب به چقدر مشکلات خدا میدانه که خودت در این جای رسیدی و من فکر کنم با آسانی در دست تامل ما باشه از <سلا> <تصح> من مشکلات هم پیش دی و زیاد زحمت هم کشیدی که یک زن کامیاب و زن پر از افتخار ماست امیدوار هستم که مرا به کمره نشان نده که ما زیر تاثیر رفته چه خیلی تعریف شدیدن از خود عادت نداره بسیار تعریف ها داره ما کم شد گفتیم که پرگرام روبه خلاصی است بسیار محبت کردیم ولی ما باید بگم که ما بسیار زیاد درشته امین اتاقی خود که در تلویزیون استی کار میکنم از زیاد مشکلات ندارم خاطر که من هم فوق العاده دارم فوق ازشان امایت میشم اینا کسای که انسان انسانیت ها، زن ها، زن بودنش ها، مرد ها و مرد بودنش همه را اترام مگذارن ما در یک محیط کار میکنم که واقعا برای شخصیت خود و برای آرزوهای خود هیچ تلاش اضافه از خط خود احتیاج ندارم که بکشم ممنون از همکارایم که همیشه من حمایت میکنن تشکر بازم از لطف شما چی ضرور است که رنج ودا هم بدل میروم من به مکانی که تو هم میای این بود داشته های برنامه امروز ما روز و روزگار به شیرینی به با کامتان بود